تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره وحی و قرآن، تفسیر روان چند دقیقه ای، تفسیر قطره ای، هر آیه چند دقیقه. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 6 سوره نساء آیه 356 هستیم. بشنوید. و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما. آیه 357. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. سیمای بنی اسرائیل نقل میکنه روحیاتشون و خصلتاشون و تاریخشون، که اینها چنقم آدم های سنگ دل و جسوری بودن، چه کارهایی کردن و خدا چه سیلی های بهشون زد. در آیه قبل داشتیم اینها به ما نقض هم میثاق هم میثاق و پیمان را شکستن و کفر هم به آیات الله، به آیات خدا کفر ورزیدن، انبیا را کشتن، نسبت به پیغمبرها جسورانه میگفتن فایده نداره، قلوب ما در پرده است، گوش به حرف شما نمیدیم. این جسارت ها رو داشتن. این آیه هم ادامه اونا میگه و به کفرهم، به خاطر کفرشون و قولهم علی مریم بهتان العظیم و تهمت بزرگی که به مریم زدن و گناه عظیمی که مرتکب شدن، به خاطر اینها قهرمان اونها رو گرفت. قهر خدا دلیل داره، خدا عادل است، خدا حکیم است، بی خود کسی رو مورد قهر قرار نمیده. در آیه قبل فرمود که تبع الله علیها به کفرهم، چون کافر شدن خدا بر دلشون مهر زد. اینجا هم فرمود و به کفرهم، به خاطر کفرشون ما اینا رو قهر کرد. خب تهمت به حضرت مریم در آیه 27 سوره مریم هم مطرح شده و این خیلی مهم بود که به مریم نسبت زنا دادن. وقتی به مریم نسبت زنا میدن یعنی حضرت عیسی نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زنازاد است. وقتی این تهمت درست شد، پس به درد هدایت مردم نمیخوره. وقتی به درد هدایت مردم نخورد، پس ما عیسی رو قبول نداریم. بنی اسرائیل ایرقمی، یعنی انسان گاهی وقتا یه حرفی رو میزنه وقت دنبال حرفش چه آثاری داره. مریم نعوذ بالله خلافکار بوده، یعنی عیسی هم تولد خلافه. کسی که تولد خلافه به درد رهبری نمیخوره، پس ما بهش ایمان نمیاریم، پس عیسی رو قبول نکردن. جالب اینه که حدیثی داریم اهل سنت نقل کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی فرمود یا علی تو هم مثل عیسی هستی. عیسی رو عده‌ای نسبت زنا دادن بهش، عده‌ای هم عیسی رو تا مرز خدایی پیش بردن. تو رو هم عده‌ای غلو میکنن درباره تو، از این گروه های شبیه علی الله یا، و عده‌ای هم حق تو رو قصد میکنن، یعنی تو رو از حق مسلمت دور میکنن، یعنی عده‌ای از حق انسانی و اسلامی تو رو محروم میکنن، عده‌ای هم تو رو تا مرز خدا پیش میبرن. خب ایشون میگه که بهتان. بهتان چیه؟ بهتان از بهته، بهت یعنی آدم گیج میشه. به بهتان میگن بهتان، چون وقتی نسبت ناروا به کسی میده طرف از گیج میشه، به همین خاطر میگن بهتان، یعنی کلماتی که آدم بهتش میزنه، تهمت میزنه. بهتان در ردیف کفره، چون میگه و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان نزده. کفر و بهتان رو پلو هم گذاشته، یعنی اینا در یک وزن هستن. در جامعه وقتی جامعه فاسد شد، به بهترین افراد بدترین نسبت ها رو میدن، یعنی نسبت قصد زنا به یوسف دادن، یوسف پاک. گفتن میگه علی نماز میخونده تو مسجد، وقتی گفتن حضرت علی در مسجد چی شده، عده گفتن میگه حضرت علی نماز بخونده، یعنی کسی که بیشتر نماز خون، گفتن میگه نماز بخونه. پاکترین زن مریم، پاکترین انسان یوسف. وقتی جامعه تو جامعه افراد هستن، به پاکترین ها تهمت میزنن، بنابراین اگر کسی مورد تهمت قرار گرفت قصه نخوره.
و قولهم انا قتلنا المسیح، میگفتن ما مسیح رو کشتیم. عجب، انسان گاهی اینقدر سقوط میکنه که افتخار میکنه که ما پیغمبر رو کشتیم. خیلی مهمه سا، یعنی انسان گاهی اینقدر سقوط میکنه که میگن ما پیغمبر رو کشتیم. سقوط انسان طوره. میگفتن ما کشتیم حضرت و ما قتلوه، و آن که نکشتن و ما صلبوه، به دارش هم آویزه نکردن، ولیکن شبه لهم، یعنی قاطی شد برشون، مشتبه شد کار برشون، چون اینا که مدیدن عیسی رو بگیرن بکشن، خود اینها دستگیر کنندگان رومی بودن و غریب بودن، عیسی رو درست نمیشناختن. یک، دستگیری عیسی در شب بود. دو، اینا دلیلی که تشبیه شد، شخصی که دستگیر شد و به دارش آویختن از خدا شکایت کرد، و هم که شکایت از خدا در شأن پیغمبر نیست. انجیل های مسیحی ها بعد از عیسی نوشته شده، ولذا چون مسئله به دار آویختن با آب و تاق نشده سالها بعد از عیسی بوده، احتمال خطا دارش هست. از گروهی از مسیحی ها مسئله صلیب قبول ندارن و در اناجیل هم تناقضاتی هست. حالا اونی که قرآن تحریف نشده به ما میگه، میگه اینا فکر کردن عیسی رو گرفتن و کشتن و به دار آویختن، و مسئله صلیب مسئله مشتبهی شده برای اینا. عیسی زنده است و ما قتلوه و نکشتنش، و ما صلبوه و به صلیب به دار هم آویزش نکردن، ولیکن شبه لهم. خب الان عیسی کجاست؟ بر رفعه الله، خداوند عیسی رو به آسمان بالا برد. از این معلوم میشه در آسمان انسان میتونه زندگی کنه؟ سؤاله، آیا انسان میتونه در آسمان ها زندگی کنه؟ بله، بل رفعه الله. انسان میتونه عمر طولانی داشته باشه؟ بله، حضرت عیسی زنده است. معراج غیر پیغمبر ما داشته؟ بله، حضرت عیسی معراج داشته. آیه بعد میگه آیه 358، بل رفعه الله. با هم بشنوید. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. از این معلوم میشه عیسی مهمان خداست و معراج برای غیر پیغمبر اسلام هم بوده، برای حضرت عیسی هم بوده. اراده خدا همه تو اتاها رو خونسا میکنه، با اینکه رخدن و دستگیر کردن و به دار آویزش کردن، ولی ای اون نبود، کسی دیگه بود. اراده خدا بر همه غالبه. حضرت عیسی هم تولدش غیر طبیعی بود، هم اعدامش غیر طبیعی بود. تولدش از بدون پدر متولد شد، چیز معجزه آوازدار بود. وقتی هم کسی رو شبیه عیسی گرفتن، اعدام کردن، به دار آویختن، حضرت خدا عیسی رو اصلا برد بالا. یعنی تولد و آغاز عمرش و پایان زندگیش در زمین همش به طور غیر طبیعی بود. خب چی میگیم؟ این آیاتی که امروز خوندم، یعنی آیات 356 و 357 و 358، این سه تا آیه خلاصه سیمای از کارنامه سیاه بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل پرونده سیاهی دارن، کفر دار، تهمت به مریم، شعار این که ما عیسی رو گرفتیم و کشتیم، شعار دروغ. اینها سیمای کارس. بعد قرآن فرماید که در همه آیه 357 میگه که و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اینها که درباره عیسی اختلاف کردن، اینها هیچ کدوم علم ندارن، دنبال خیالشونن، و ما قتلوها یقینا، هیچ کدوم به طور یقین نمیتونن بگن کار کنن. رو گفت که هر کس از ظن خود شاد یار من. گاهی وقتا رو حدس و رو گمان و رو شایعه یه چیز رو قبول دارن. الانم صلیب یک مسئله ای که مسیحی ها خیلی هاشون داشت ایمان دارن، اما این صلیب از نظر قرآن واقعیت نداره. اصلا عیسی کشته نشد، به دارم آویخته نشد. عیسی را خداوند با قدرت غیبیش برای خونسار کردن توطئه های دشمنان حضرت عیسی علیه السلام، عیسی را برد بالا، و حضرت عیسی هم زنده است تا زمان حضرت ظهور حضرت مهدی علیه السلام به زمین بر میگرده و پشت سر امام زمان نماز میخونه. این از نظر ما، از نظر قرآن و روایات، از مسلماته. خب بسه، تا اینجا هم کافیه. بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.